سلام دوستان، خب تو این جلسه میخواییم در خصوص Moving Average با هم صحبت بکنیم و اونو از طریق افزونه دیتا آنالیز توی تب دیتا از این استفاده کنیم و اون رو محاسبه بکنیم. خب اگر این افزونه دیتا آنالیز رو نمیبینیم، باید بیاین قسمت File Options تو قسمت Add-ins اینجا Go رو بزنین، این دوتا چک باکس رو بزنین و بعد اوکی کنین که اینجا تو تب دیتا تو این قسمت خواهید دیدش. خب Moving Average چی هستش و چرا میخواییم در موردش صحبت بکنیم؟ Moving Average که فارسیش میشه میانگین متحرک، در واقع تو اینجا ما میانگین متحرک ساده رو میخواییم صحبت بکنیم. یک روش آماری هست برای پیشبینی داده. و چی کار میکنه؟ فرض کنین الان من اینجا تقاضا در ماهای مختلف رو دارم و الان میخوام برای سال مثلا 2013 که اینجا بعدش هست، ماه یک، یه تقاضایی رو پیش بینی کنم، بگم که این تقاضا تو ماه بعد چقدر خواهد بودش. خب روش‌های پیش بینی مختلفی داریم. این موضوع خودش برمیگرده به مبحث سری‌های زمانی که یک مبحث بسیار جالب هستش توی آمار احتمال، که ساده ترین روش اون میانگین متحرک ساده هستش. میاد میگه که آقا به صورت ساده مقداری که در ماه آینده تقاضای تو خواهد داشت میانگینی هست از تقاضاهای گذشته. حالا چه تعداد میانگین بگیریم؟ کل این داده هامون رو میانگین بگیریم یا یه تعداد به خصوصی؟ میانگین متحرک ساده میگه یه تعداد به خصوصی، میگه این مقداری که تقاضایی که اینجا هست میخوای پیش بینی بکنی یک مقداری رو داره که نزدیک به چند تا از این داده های گذشته. حالا این دیگه دست تو هست، یه پارامتری هست که تو باید تعیین بکنی. میخوای ماه گذشته رو بگیر که میانگینش خودش میشه دقیقا برابر با ماه گذشته بگیر، آقا هر چقدر ماه قبل هست همون رو بذار واسه ماه بعد، یا اینکه دو ماه گذشتهش رو بگیر، این دوتا رو میانگین بگیر و بگو ماه بعد رو هم همین هستش یا سه یا چهار. خب توی مباحث مختلف میانگین متحرک ساده شاید عدداش رو سعی و خطا کرده باشن و به دست آورده باشن. مثلا توی پیشبینی قیمت سهام خیلی جاها میگن آقا 14 روز، 15 روز یا 30 روز رو بگیر، یه عدد روالی هستش، خیلی وقتا این مقدار رو میگیرن، اما بر اساس تجربه است. توی مقدار تقاضا بسته به نوع داده‌هایی که داری و داده‌هایی که هستش مثلا حدودا 5 تا 6 تا مثلا در نظر میگیرن، مثلا ماه باشه دیگه بیشتر از 5 تا در نظر نمیگیرن، یا اگر سال باشه 3 تا در نظر میگیرن، 4 تا در نظر میگیرن. پس با توجه به چیزایی که گفتیم میانگین متحرک ساده چیزی نیست به غیر از میانگین گرفتن از یک تعداد دوره گذشته. مثلا اینجا الان من 5 دوره گذشته رو انتخاب کردم و میانگین گرفتم و پیش بینی کردم که مقدار تقاضا در ماه بعد برابر هستش با حالا این مقداری که به دست اومده. خب یه نکته ایو که قبل اینکه اصلا وارد حالا دیتا آنالیز بشیم باید توجه بکنین هستش که میانگین متحرک ساده فرض میکنه که داده‌هاتون نوسانات فصلی نداره. یعنی چی؟ یعنی حالت این نداره که مثلا تابستونا کمه، زمستونا زیاد میشه، پاییز مثلا متوسط، بهار متوسط هستش، یا حالت سینوسی نداره، یا اینکه روند نداره، رو به رشد نیستش. اگر اینطوری بود چی؟ ما در واقع یه سری تکنیکا داریم که به همین میانگین متحرک ساده اضافه میشه و بر اساس اون میایم اگر فصلی بود هم به دست میاریم، یا اگر روند وجود داشت توی مثلا قیمت سهام، خیلی وقتا روند وجود داره و از طریق اون میایم مثلا پیش بینی رو دقیق تر میکنیم یه مقداری. ولی خب مثلا تقاضا شاید واسه خیلی از محصولات وابسته به فصل نباشه یا اینکه روند خاصی رو نداشته باشه و ثابت باشه، که از اون طریق میتونیم میانگین متحرک ساده رو بگیریم. یه روش دیگه‌ش هم این هستش که بازمون رو کوتاه‌تر می‌کنیم وقتی که این موارد وجود داره. مثلا اگر یه روند مثلا ساده داشته باشه، یه بازه کوچیک مثلا به جای اینکه 3 سال رو در نظر بگیرم، مقدار تقاضا توی ماه سال گذشته رو فقط در نظر می‌گیرم و میانگین متحرک مثلا 3 تا 3 تا میرم جلو. خب اینم از در مورد فصلی‌ها یا روندها. حالا فرض میکنیم که اینجا روند یا فصلی نیستش و میخوایم از میانگین متحرک ساده حالا استفاده بکنیم.
اولین چیزی که گفتیم همون میانگینگیری، یعنی من میام اینجا اوریج می‌نویسم و واسه هر کدوم از اینا حساب میکنم. چرا الان واسه اینکه سال ماه بعد برام مهمه بقیه رو میخوام حساب کنم؟ که بیام رو نمودار نگاه کنم تغییراتو، چقدر این مقادیری که پیش بینی کردم نزدیک هستن به مقادیر واقعی و میتونم اطمینان داشته باشم که مقدار آینده هم درست پیش بینی کردم. پس خوبه که واسه قدیمی ها هم این رو حساب بکنیم. و روش و دلیل دوم به دست آوردن خطای دقیق ریاضیش هست، علاوه بر نمودارش، که من میتونم بیام بگم که آقا مقداری که مووینگ اوریج به دست آورده واسه این مثلا پنجمی و مقداری که واقعیت وجود داره، حالا فرمولش رو با هم میبینیم چقدر خطا وجود داره و ببینیم که خوب هست اصلا روش میانگی متحرک ساده یا نیستش. و اینکه خب میخوام مثلا روی نمودار هم ببینم که آیا روند وجود داره، فصلی هست یا نیستش، این چیزها رو خیلی بهتر میتونم توی نمودار ببینم تا اینکه تو داده. خب خیلی سخت تشخیص دادنش. خب بیایم از دیتا آنالیز استفاده کنیم و این کار رو انجام بدیم. بیاین تو تب دیتا دیتا آنالیز رو بزنیم و اینجا توی قسمت اینجا توی گزینه‌ای که داریم مووینگ اوریج رو انتخاب بکنیم. بعد میگه داده‌هاتون کجاست، اون رنج داده‌هاتون رو انتخاب کنیم. میتونیم با این انتخاب بکنیم بیاین تا آخر، اگر سلول اول رو انتخاب کردین لیبل رو هم انتخاب بکنیم که بگین آقا اولیش لیبل هستش. اینتروال همون فاصله ما هست که مثلا گفتیم 5 تا 5 تا 3 تا 3 تا 2 تا 2 تا 14 تا هر چند تا که در نظرت، که اینجا 5 تا رو داریم در نظر میگیریم. آوتپوت رنج هم سلولی هستش که میخوایم شروع بکنه داده های ما رو قرار بده، که میگم از روبروی اولین داده شروع بکن و اینا رو قرار بده واسه من، نمودار واسه من بکش و انحراف خطا رو هم برای من نشون بده و به دست بیار. خب اینا رو که اوکی کردین، تیک زدین، فقط کافی اوکی کنین، این کار رو اکسل به راحتی براتون انجام میده و دیگه نیازی نیست که فرمول بنویسین و نمودار خودتون بکشین. این گفتیم که مووینگ اوریج وقتی که من الان اینتروال رو 5 گذاشتم، فاصله رو 5 گذاشتم، 5 شای قبلی رو میانگین میگیره و میگه تقاضای ماه بعدش اینقدر هست برابر با میانگین 5 شای قبلش. پس این ابزار خودش اصلا اومده فرمول قرار داده واسه ما، نیومده داده رو حساب کنه و فقط دیتا بذاره، فرمول رو هم با همون گذاشته میانگین 5 شای قبلش. پس منطقیه که اینجا NA داشته باشیم، یعنی وجود نداره، چون قبل از این اگر من بخوام این رو پیش بینی کنم با مووینگ اوریج 4 تا داده دارم و این 4 تا داده مقدارش خب کم هست، کمتر از اون 5 هست، بخاطر این محاسبه نمیکنه. پس این میشه مقدار پیش بینی. این یکی چی هستش؟ مقدار خطا هستش. مقدار خطا چجوری به دست اومده؟ گفته آقا این دوتا از هم کم بکن، به توان 2 برسون و تقسیم بر 5 شای قبلش کن. یعنی هر 5 تا دونه دونه اومده این 5 شا رو گرفته از هم کم کرده، هر کدوم به توان 2 رسونده، تقسیم بر 5 کرده و رادیکال گرفته، که فرمولش رو اینجا میتونیم ببینیم. چرا واسه قبلی ها NA گذاشته؟ چون 5 شا 5 شا رفته، اول یه 5 شا لازم داشته که بیاد مووینگ اوریج شروع بشه حساب کنه، پس این 5 شا NA به خاطر اینکه اصلا وجود نداره. اینجا NA دیگهش چی هستش؟ 5 شای دیگهش به خاطر این هستش که من دوباره بازه 5 تا لازم دارم که خود مووینگ اوریج هم وجود داشته باشه، پس این 5 تا باید وجود داشته باشه با خودش در نظر، به خاطر این الان 9 تاست با خودش 5 تا. پس الان از این فرمولی که اینجا میاد، این فرمول میاد میگه آقا این رنج و این رنج رو که داری آیتماشو دونه دونه از هم کم کن، به توان 2 برسون. اینجا دونه دونه کم کرده به توان 2 رسونده این قسمت رو، تقسیم بر 5 کرده که میانگین شده و ریشه دوم گرفته که شده انحراف استاندارد از خطا، انحراف از خطای ما، و این هم میشه فرمول انحراف از خطا. هر چقدر این انحراف از خطا کمتر باشه بهتر هستش و مووینگ اوریج بهتر فیت شده. خب اینجا هم حالا بیاییم نمودارش رو نگاه کنیم ببینیم از 5 تا شروع کردیم، واسه اینا پیشبینی نداشتن، این نارنجی پیشبینی هستش و تقریبا به دست آورده، فقط بعضی جاها یهو بالا پایین شده تقاضا، ولی مووینگ اوریج چون بر اساس دادهای گذشته رفته انقدر دیگه بالا پایین نشده. اینا شاید دادههای دور افتاده میتونیم در نظر بگیریم و
باید ببینیم چرا این اتفاق افتاده تو این روزها، تو این ماها، در واقع این اتفاق افتاده که یهو اینجا تقاضا اینقدر اومده پایین، تبلیغات بدی کردیم یا خبرهای بدی از شرکتمون رفته که تقاضا اومده پایین و اینجا یهو رفته بالا، تبلیغات رو یهو زیاد کردیم رفته بالا، چی کار کردیم که این اتفاق افتاده؟ خب ولی مووینگ اوریج تقریبا ثابت بوده بر اساس پنجا، ولی جایی که مثلا رفته بالا نشون میده که روند رو به رشدی هم داشتیم تقریبا. خب ممنونم از توجهی که داشتین، تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام یا که LTD مراجعه بکنید.